اینجا ارائه میدم، شاید بعضی از مثلا دوستان کسایی که نگاه میکنن این برنامه رو بگن اینا چی ورشی و ساختمان ورشی آموزی داری به ما مثلا ارائه میدی. خب اینا خیلی اطلاعات مهمیه برای بررسی های جامعه شناختی در آینده. خب اینا از توی اینا کلی میشه مطالب در بیاری. من خودم الان 10 تا مطالب از اینجا میتونم براتون در بیارم. یکی اینکه شما ببینید که مغازه های اینجا سنتی و مثلا میگم این مغازه قبلا چی بوده حالا چی شده، میبینید که مدرنیته در جای سنتی میگیره. بعد چقدر میبینید که مهاجرین در این چیزا زیادن، یعنی تهران داره به یه شهر مهاجرنشین تبدیل میشه که این مهاجرنشینی هم عواقبی داره، مردم چشم مردم رو باز میکنه. مردم مثلا اون کسی که قبلا در مثلا در آذربایجان زندگی میکرده فکر میکرده کل دنیا آذربایجانه، حالا میاد میبینه نه، ایلان هم هست، تهران هم هست، بلوچستان هم هست، خراسان هم هست، کسای دیگر رو میبینه. این مفهوم ملیت درش توسعه پیدا میکنه، یعنی میفهمه من ایرانی ام، گذشته از اینکه آذربایجانی ام بعدن چیه، من ایرانی ام. میدونی مفهوم ملیگرایی توسعه پیدا میکنه. بعد مردم مدارا و تساهل یاد میگیرن، مثلا فکر میکردن یه موقع که مازندران مردم مثلا همه شبیه دیو سفید هست، یعنی چی چیزایی بوده دیگه مثلا مردمشون، ولی اینه نه، مازندرانی هم شبیه ماست، ما حالا یه زبان دیگه صحبت میکنه، ما یه زبان دیگه صحبت میکنیم، اونم اینه ماست، اونم اینه آدمه، اینه آدمی که نه آدمه، غذا میخوره، نون میخوره، گوش میخوره، میخوابه، اینه ماست، فرهنگش یکیه. برای این تهران به عنوان یک به اصطلاح ملتینگ پاتی که اینا میگن، یه جای ایران، تهران نه نیویورک هیچ فرق نمیکنه، اقوام مختلف اومدن با هم آشنا شدن. آره ایران اصلا خودش این آمریکاست از نظر تنوع فرهنگی قومی. خب اینا میان همدیگه میشناسن، با همدیگه ازدواج میکنن، با همدیگه دوست میشن، با مراسم همدیگه آشنا میشن، اون دختر از ترکا میگیره، اون یکی دختر از رشتیا میگیره، اون یکی میرن میدونه با همدیگه اینا همدیگه میشناسن. بله مفهوم ملت در اینجا تثبیت میشه، تثبیت میشه، یاد میگیریم که آقا من گیلانی هستم ولی من ایرانی هم هستم، هممون ایرانی هستیم، یا لور هستم ولی ایرانی، ولی این نبوده 100 سال پیش. خب 100 سال پیش ملوک طوایفی بوده، دستستان بلوچستان طرف قسم میخورد میگفت به جان پسرم که در ایران داره خدمت میکنه، بعد بهش گفتم پدر جان اینجا هم ایرانه، تو همینجا که هستی تو چابهار اینجا ایرانه. ذهنیت نداشت که میگه به جانم، میگه من بلوچم، گفتم بلوچ هستی ولی بلوچ ایرانی هستی، درسته بلوچی اینجا مگه زندگی نمی کنی، ایران فقط تهرانه. آره یا بیرون از بلوچستان. آره میگه من بلوچم، گفتم تو بلوچ هستی ولی اینجا ایرانه، مگه تو اینجا زندگی نمی کنی؟ میگه چرا، گفتم پدر جان تو ایرانی هستی، بلوچ ایرانی هستی. میگه به جان پسرم که ایران قدم از اینجا کجاست. یعنی اینجوریه. این خب این تهران، اینا ملت ها رو به هم، اینا ملت ها نه قوم ها، ملت غلطه، اقوام همدیگر شناخت. حالا تو فیسبوک یه بنده خدای تقاضای دوستی کرد با هم چیز کردیم قبول کردیم، بعد دیدیم همش کردی میذاره، منم که نمیتونم کردی بخونم، پیروز نمیشتم برادر اینا که تو کردی میذاری من نمیتونم بخونم، مجبورم که شما رو از دوستی خودم بردارم. اینا جواب داد برو فاشیسته. چیزی گفت نمیخوام فاشیست. عزیز من تو که داری کردی صحبت میکنی، کردی یک زبان محلیه، تو داری خودتو محدود میکنی فقط به یک قوم، به یک قوم داری صحبت. وقتی که به فارسی صحبت میکنی با کل ایران داری صحبت. شما اگر آمدی در آمریکا کسی بهت گفت فارسی صحبت کن، خب اون اشتباه است، چون اینجا ملت انگلیسی صحبت میکنه. خودتو محدود نکن که من کردم. خیلی خب تو هم کردی ولی ما همه در ایران فارسی صحبت میکنیم، من خودم آذربایجانی هستم ولی فارسی داریم صحبت میکنیم. اگر یارو میگفت آقا شما حالا به این حرفای ما به کجا میکشه، اگر تو الان اگه شیرازی ها یه جور صحبت بکنن، آذری ها، تو الان رفتی دانشگاه قبول شدی شیراز، اونجا یه دختری دوست داری، چجوری میخواد باید صحبت کنی؟ زبان واسطه است زبان فارسی، ما باید زبان فارسی تو قدرشو بدونیم، اهمیتشو بدونیم که توی کشور کسی رو جمعیت، کسی رو اقوام، همه داریم به یه زبان صحبت میکنیم، میتونیم با همدیگه ارتباط بگیریم. طرف میاد اینجا باباش در میاد تا انگلیسی یاد بگیره فقط برای اینکه بتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، چون فارسی حرف بزنه میگن آقا ما بلد نیستیم فارسی. میدونی همه کشورهای دنیا یه زبان واحد دارن، زبان واحد. همین آمریکا هم میتونی به هر زبانی دلت میخواد صحبت کنی،
ولی زبان غالب انگلیسی. انگلیسی کسی هم که انگلیسی صحبت کنی نمیگه فاشیستی. نه آقا جان ما زبان انگلیسی. میگه من نمیفهمم چی میگه. من اگه با تو انگلیسی صحبت کردم خب یه جای کار ابترالی، یه موقع هم شاید لازم باشه انگلیسی صحبت کنم. ولی خب برای اینکه ما میفهمیم هم دیگه. ولی با شخص سومی که فارسی بلد نیست من باید انگلیسی صحبت کنم دیگه. اینا میان آقا ما زبان کردی خیلی خوب. زبان کردی هر چی میخواین تو خودتون صحبت بکنید. ولی وقتی که میخوای با دیگران تماس بگیری، آیا من که زبان کردی بلد نیستم چیکار کنم؟ تو خودتو محدود میکنی. میدونی؟ حالا یارو اومده من میگه برو فاشیست. به صورت تاریخی هم فارسی زبان پل بوده، واسطه بوده توی منطقه ما دیگه. همه فارسی، یعنی چیز تحمیلی نیست، ارگانیکه. از اول فارسی، اصلا زبان فارسی از هندوستان تا عثمانی فارسی رو استفاده زبان میکن. فارسی گذشته از این که حالا همه اینا به کنار، چهار تا زبان کلاسیک زنده ما در دنیا داریم، اولینش هم فارسیه. چون ما الان به زبانی داریم صحبت میکنیم که هزار سال پیش بیهقی صحبت میکرده، ما الان کتاب بیهقی رو میخونیم میفهمیم چی میگه. کتاب سعدی مال 800 سال قبل، 700 سال قبل ما میفهمیم چی میگه. میدونی چی میگم؟ این کم چیزی نیست. دوامدار زبان. الان زبان انگلیسی نداره. انگلیسی متن برای 200 سال پیشو نمیتونم بخونم. زبان جاری و ساری، زبانی که تو بتونی ادبیات هزاران سال هزاران سال نه صدها سال قبل تو بخونی. همین شاهنامه فردوسی مال هزار سال پیش شده. حافظ رو بخون، سعدی رو بخون. اینا کم نیستش که. یعنی تو میتونی با گذشتگان خودت ارتباط برقرار کنی. حالا شما میخوای ضد فارسی باشی، باش، من نیستم. میدونی چی میگم؟ برای اینکه دیوانه نیستم که خدا بیام از ادبیات یکی از غنی ترین ادبیات های جهان محروم بکنه، چون مثلا آذری صحبت، چون مثلا این زبون فارس هست. خب زبون فارس باشه، منم الان فارسم. ببین هر کی هر کجا به دنیا بیاد، خب اصلا نژاد اینا مهم نیست. طرف میبینه قیافه شبیه مغولیه، اینجا به دنیا اومده، انگلیسی بلبل صحبت میکنه، همه هم قبول دارن انگلیسیه، همه قبول دارن آمریکاییه، چون اینجا به دنیا اومده، سنت‌های آمریکایی یاد گرفته، زبان آمریکایی یاد گرفته. این دیگه مغول نیست، این دیگه آمریکاییه. می‌دونی چی میگم؟ حالا چشش اینجوری باشه. یا ژاپنی، یا فوقش میگن ایژن امریکن، ولی هنوزم آمریکنه. ایژن آمریکنش دیگه حالا اون فرمالیته. آره فرمال. من آمریکایی هستم. اصالتم آذریه، در تهران به دنیا اومدم، من تهرانی هستم. حالا یارو میگه آقا شما بابات مال بله من قبول دارم بابا مال دهات فلانجا بوده. من تازه اونجا رم به بیشتر از تهران دوست دارم. سوء تفاهم نشه. دهات و من خیلی بیشتر از تهران دوست دارم. به خاطر آب و هواش، به خاطر همه چیش، به خاطر غذاش، به خاطر فرهنگش. ولی من در تهران به دنیا اومدم. من موقع که میرم دهات به من گفتن، گفتم تو ترکی جختایی صحبت میکنی. یعنی ترکی چیز داره، دست انداز داره. ترکی در این ترکی ما نیست. یعنی در دهات من به عنوان ترک دیگه قبول ندارم. یعنی بچه تهران ترکی هم بلده. میدونی چی میگم؟ حالا تو میخوای بگی ترک، من افتخار میکنم که ترک باشم، ولی من نیستم، من بچه تهرانم. خب حالا این فقط دارم میگم. اون کسی هم که در آمریکا به دنیا اومده، پدر مادرش ایرانیه، ولی وقتی که در آمریکا به دنیا اومده دیگه ایرانی، آمریکایی هستی. پدر مادر دیگه نقش کمی داره، اصالت ایرانیه، اصالت ایرانیه. تو رفتی اینجا مدرسه، حرف زدن ایرانیه، حرف زدن آمریکاییه، فرهنگ آمریکایی، همه چی آمریکاییه. بعدم تازه اینا دیدی که تازه میان راجع به اصالت خودشون هم جوک میسازند. نه که اینجا به دنیا میاد میگن مثلا در ژاپن هی باید اینجوری خم شید، خودش هم ژاپنیه، خودش هم ژاپنیه، مثلا میگه اونجا اینجوریه. حالا بریم سر اینا. خب ما از تکیه رضا قلی خان شروع میکنیم. تکیه رضا قلی خان در وسط های خیابون سیروسه، سمت راست تکیه رضا قلی خان یه تکیه بود، اونجا میرفتیم سینه میزدیم اینا. اینو ظاهرا رضا قلی خان هدایت ساخته، که این مورخ بوده رضا قلی خان هدایت و چیزم بوده به اصطلاح سیاست مدارم بوده. خب این تکیه رضا قلی خان، این بغلش قهوه خونه بود، قهوه خونه اموهاجی. خب ما یه موقعی که اونجا قدیما چیز نبود، تو خونه تلویزیون نشتیم، میرفتیم قهوه خونه امو حاجی. آدم خوبی هم بود، یه جایی واسه بچه‌ها درست کرده بود، نفر 5 تا 3 هزار میگیره، بچه‌ها رو جداگونه میشوست که تلویزیون نگاه کنن. تلویزیون نگاه کردن ما اینجوری بود دیگه، حالا تلویزیون 80 اینچ سونی نداریم که سه ماه به سه ماه یه دفعه باز نکنه. بغلش که میرفت به طرف سرای دونگی یه نونوایی لواشی بود، اون لواش 2000 3000 چند بود خودم، اون لواش خیلی عاشق.
بعد میپیچیدی تراشکاری بود. حالا عکساش امروز هم دانلود کردم بهت نشون میدم. تراشکاری بود، از بغل تراشکاری یه ترشی سازی بود، هم ترشی درست میکردم میفروخت. خب ببین این 4-5 تا همه سنتی ان، نون لواش بود. بعد یه مصالح فروشی بود که حالا اون دیگه حالا. بعد میومدی سمت راستش یه لبنیاتی بود، بعد یه چلو کبابی بود، بعد این دستش یه قصابی بود. خب روبرو اون روبرو هم کوچه سادات اخبی بود، این ورتکی رضا قلی خان بود، کوچه بانکی. اون روبروش یعنی این وسط خیابون سیروس بود، اونجا کوچه سادات اخبی که این رفیق هم حسن مارکیا خونش اونجا بود، که این سادات اخبی هم که اینها املاک بسیاری در تهران دارن، ملاک بودن. من تو محضر خیلی از چیزاشون دیدم. بعد به طرف بالا می اومدی، یعنی به طرف سرچشمه، این یه سری اینجا همه مغازه‌های صنعتی بود، پرسکاری و تراشکاری و پرسازی و این یه سری مغازه‌های صنعتی بود اغلب 90%. بعد از اون ور ببین از دو ور راه داشت، از این ور کوچه بود، از این ور خیابون بود. اینجا کوچه هم اغلب این خیابون ها، اول این مغازه‌ها که اینجا در داشتن، تو کوچه هم در داشتن، دو در. اسم کوچه نمیدونم چی بود. بعد ته کوچه یه بقعه‌ای بود، میگفتن هفت دخترون. امامزاده کوچیک بود، مادرم اینا گاهی میرفتن اونجا زیارت، و بعضیا چیز اولفز مینداختن، سفره اولفز مینداختن. بعد سر همین کوچه هم یه پرسازی بزرگ بود. اینا خوبه که بدونیم اون دوره چقدر این کارگاه صنعتی اونجاها فراوون بود. خیلی چیز بود. گفتم که بر خیلی از اون بود. ایران در مسیر توسعه بود. یعنی ژاپن و ژاپن هم همینجوری شروع کرده دیگه. خوبه اونا رو هم نشون می... فلان. خب بعد یه حموم کوچیکی بود، گاهی دو سه دفعه من اون حموم رفتم، نوشته تو حموم هر که دارد امانتی وجود، به سفارت به وقت ورود. آها. اگر نه سفارت بشود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود. خب بعد این مفقود و مفقود، من میگفتم این مفقوده یا مفقوده، یعنی یه جوری می نوشتن. خیلی روی این فکر میکردم بچه بودم، نمیدونستم مفقود از فقدان میاد، یعنی مفقود الاثر بعدم فهمیدم. خیلی تو بچگی به این تابلوها نگاه میکردم که این مثلا نوشته دوزندگی اتومبیل. من هر چی فکر میکردم ماشین که دوزندگی نداره. خب کجاشو میدوزن؟ خب نگو دوشکشو میدوزن. من عقلم نکنم. بعد میگفتم نکنه دو زندگی اتومبیله. خب یه زندگی در خونه است، یه زندگی هم در ماشین، یه چیزایی از خودم در از بچگی به اتیمولوژی علاقه به علم اشتقاق. اشتقاق. دو زندگی اتومبیل یه چیزی بود خیلی روش فکر می‌کردم. خب بعد این که موقعی هفت دخترم بود، میومدی بالاتر دست راست از پایین به بالا. اینجا چند تا بنگاه‌های شادمانی بود. یعنی میرفتی میگفتی آقا ما مطرب میخوان، میومدن واسه مطرب شب میومدن، مثلا عروسی داشتی اینا میومدن، سه چهار تا مغازه بود کارشون این بود، خواننده و اینا. خواننده و اینا همین لیلا فروهه رو باباشه اینا. لیلا فروهه نبود، لیلا فروهه بچه همونجاست، بچه خیابون سیروسه. یعنی یه سری اینا لیلا فروهه نه، یه سری که بعدن تو تلویزیون اینا دیدی اینا اونجا کار میکردن اول. خب بنگاه شادمانی بودن. بعد می اومدن مثلا روحوزی می نمیشون روحوزی روحوزی یه چیزی می داختن. بعد سیاوازی آره اونجا بود. بعد خب بعد که این چی بود، آره بعد سمت چپ بعد از اینا یه کوچه بود، این اینجا یه محوطه‌ای بود، محوطه سه چهار تا درخت چنار بزرگ داشت. اینجا دوباره یه کوچه بود، ته کوچه کوچه درویش نوری بود به نظرم، ته کوچه هم یه مدرسه‌ای بود، من نمیدونم چه مدرسه‌ای بود اسمش نفهمیدم اصلا. بعد به طرف بالا که بازم می اومدی یک دو تا گاراژ و مغازه بود که نمیدونم چی کار میکردن، یادم نیست. بعد میرسیدیم به کوچه کلانتری. کوچه کلانتری یه سرش تو سیروس بود، یه سرش تو پاملار. گفتیم که محله اودلاجان اهم از پاملار و سیروس و امامزاده یحیی است و ناصر خسرو این محله. خب بعدش که گفتیم این کوچه ها همه به هم را داشتن، بعد یه حلوای شکری توتی هم اونجا بود که حلوا شکری درست میکردن که در ایران خیلی معروف بود. اونجا بود، در یه جایی بود مثلا کارگاهی بود حلوا شکری درست میکردن.
بعد گاراژ مکانیکی بود، چند تا مغازه دیگه. همه اینا داریم به طرف، از سیروس داریم به طرف بالا میریم، به طرف چهارراه سرچشمه. بعد یه پرسکاری بود که یه پسری اونجا کار میکرد، اهل سیاهکل بود، گفتن سید بود. بعد اسمش کرد سعید. بعدم رفت دختر آج قهوچی رو گرفت، داماد آج محمد قهوچی شد. این ما رو برد این سر کار تو چیز، این منو برد در پرسکاری تو امامزاده یا کوچه نیزا محمود وزیر کار میکردم، این ما رو برد اونجا سر کار. بعد اتوشویی بود که گفتم هادی اتوشویی. بعد خاتمکاری بود که داستانش رو گفتم. بعد دوباره کوچه آقا موسا بود، آقا موسای تاجر، که این دوباره به کوچه کلانتری میخورد. بعد تعویض روغنی بود، بعد چندتی مغازه بود، بعد داروخانه جوهرچی بود که گفتم، بعد اکبر آجیلی بود، قصابی افغان بود، سنج و دورفروشی در سر پاساژ کبیر گفتم. پاساژ کبیر هیچ وقت رونق پیدا نکرده، نمیدونم چجوری بود، یعنی پاساژ شلوغی نبود، یه پاساژ چی میفروختن اونجا؟ گفتم تون ماهی و شیلات بود و بانک سپه و فلان اینا، ولی اکثر مغازه‌اش اغلب موقع خالی بود، خیلی رفت آمد نمیشد تو اون پاساژ، در اینکه خیلی جای خوبی هم بود، سر چهار راه سرچشمه بود، ولی نمیدونم چرا به نظرم فکر کنم به خاطر معماری خوبی نداشت، خوب نساخته بودن. آره مثلا تاریک بود، یعنی نزده بود اون بالا رو یه جوری درست کنه که نور داشته باشه، مثلا از آسمون نور میگیره، میدونی؟ نمیدونم، کلا خیلی چیز نبود. بعد از دهانه پاساژ کبیر باز چند تا مغازه بود، از این داخل پاساژ نه، از پاساژ رد می‌شد، یه فرش فروشی بود که اینو سرقت کرده بودن، یه فرشش برده بودن و موقع 80000 تومان یادم خیلی بود. بعد گفتم فروشگاه کرایه لوازم عروسی و عزا کرایه میدادن، هجلکش بابای حسن مارکیا گفتم. بعد کفاشی مرکزی بود 1304 سر چهار راه سرچشمه. بعد دوباره چند تا مغازه همین کفش فروشی بود، کفش های سنتی. بعد کفش ویم داشتیم، کفش بلا که اینا کفش های کارخونه بود که البته این کفش های هیچ وقت جلو کفش های سنتی نتونست در ایران قد علم کنه، چون کفش های سنتی خیلی از اینا بهتر راحت تر بود، با دوام تر بود. اینا اصلا قلابی بود، یعنی مثلا فرش کفش دست بافت، فرش دست بافت نه کفش مثلا درجیه که چیز دستوز رو با کفشی که مثلا بری از والمارت بخری، خوبه والمارت، ولی اون دستوز یه چیز دیگه از چرم درجه اینجوری بود. حالا شنونده ها و بیننده فکر نکنه اسپانسر ما والمارت، ما همیشه مثالی میگه. آره مثال آره. بعد این سر پاساش روبروش کفش ملی بود که گفتم اون آقایی که چیز بوده اینا، اون پسرش که اسمش رو نتونستم بگم، هم کلاس من بود، اسمش حسن بود، حسن شهرالاسلام یادم. بعد دوباره کفش سنتی بود، دو ست کفش اونجا، اون راسته کفش های سنتی، کفش دستوز سنتی، کفش دستوز میفروختن. بعد تصمه فروشی ملی بود، تصمه ماشین میفروختن که جدید بود. بعد عکاسی بانو اقبال بود. بعد خیمه خوزستان بود که یک نفری بود اونجا، احمد محسنی بچه بروجن بود اونجا چیز بود. بعد چادر دوزی کردای عراق بود. بعد یه دکه کفش فروشی سر پاساژ بود که گفتم بابام میبرد اونجا کفش خرید. اینا رو میگم چون اون دفعه بعضیاشو ناقص جزئیاتشون. بعد داخل پاساژ که میگی یه مغازه دو دهنه چادرزی سمت چپ بود که هم مغازه بود هم انبار بود که من یکی دو روزی هم اینجا کار کردم، اون طرفم پول ما رو خود در. بعد صافی و چاپخونه بود در همون سمت چاپ، ته پاساژ نمیدونم چی بود. بعد اون ته پاساژ اون دست سمت راست اجاق گاز صنعتی می ساخت، گفتم اجاق گاز می ساخت، اجاق گاز صنعتی می ساخت، اسمش سید جواد نیاکان بود. اینا رو من رو اینترنت پیدا کردم، مردم بهش گفتن سید گازی، ما میگفتیم سید گازی. بعد پسرش سید امیر احمد نیاکان بود، اینا رو من رو چیز پیدا کردم رو اینترنت. به اصطلاح پسرش رفت 14-15 سالش بود، رفت که سال 65 اونجا کشته شد، شهید شد. من اسم پسرش رو گشتم، عکسش که دیدم پیدا کردم، فهمیدم فامیل اینم چی بوده. بعد یه شاگرد داشت، شیرزاد جوانبخت. خب این صبح یه زبط میگرفت اینجوری، یه نوار هم میذاشت توش، دختره مدرسه‌ای میرفتن اینم میداد، از این آهنگای کوچه بازاری هم میذاشت جلو دختره میخوند، دو سه دفعه گرفته بودم زبطش ازش گرفته بودم، یه فیلمی بود. بعد میومد صدای حیوانات رو در می آورد، می گفت در آفریقا و حیواناتی هستن. بعد این
آره یه فیلمی بودیم شیرزاد هموفیلی داشت فلک. آره بعد این میره سربازی اونجا میگه دندونم درد میکنه، تبریز بوده کجا بوده، میگه دندونم درد میکنه، دندونش میکشن میبینن خون بند نمیاد، میگن خلاصه گش گرفتن هر کار کردن دیدن خون بند نمیاد، خلاصه اینه میفرستن تهران، نمیدونم با هلیکوپتر با هواپیما میفرستن تهران، میبینن خونش بند نمیاد دیگه. این خودش هم نمیدونسته هموفیلی داشته، تهران بالاخره میفهمن این هموفیلی داره، از این چیزای به اصطلاح ویتامین کا تزریق میکنن و خلاصه خونش رو بند میارن و بعد خیلی قشنگ تعریف میکنه، میگه بعد بیمارستان تأخیر شدن، دوباره رفتم پادگان، گفتم آقا من اومدم خدمت کنم، گفت بیا برو. تو ضررت بیشتر از بابای ما رو در آوردی، چه خدمتی اینجا ما رو بیچاره کردی، یه پادگان رو به زحمت انداخته بود، میگم برگه ماهیمون رو دارم، گفتم برو خدمت کنم. آره این تفلک بعدن ایتس گرفت در جریان چیزای خونی که از فرانسه آورده بودن آغشته به ویروس ایدز بود، این تفلک انتقال خون چیز میکرد. آره یه دفعه من داشتم از میدون جمهوری داشتم میرفتم طرف بهارستان، تو صف اتوبوس دیدم نشسته تمام موهای سفید شده بود، آره ایدز گرفته بود. بعد این یه ماجرای داشت، یه روز ما اومدیم دیدیم اونجا 3-4 تا ماشین کلانتری و اصده جلوی همون مغازه ستگازی 2-3 دهنه بود، خدایا ماشین کلانتری واسه چی اینا رفتیم. خلاصه این شیرزاد شب اونجا میخوابید تو چیز شب میخوابید، بعد من ازش پرسیدم گفتم شیرزاد چی شد اون شب چطور شده؟ آره زده بود مرغ و خروس، اون ستگازی مرغ و خروس نگه میداشت، این بلند شده بود شب همه مرغ و خروس ها رو کشته بود، خب با لغت کردن ها، حتی با چیز هم نه، به طریقه مثلا بروستی حض فیزیکی کرده. آره یک صحنه جنایی درست کرده بود، یه خروس اون ور افتاده بود، یه مرغ اون ور افتاده بود، یه مرغ کوبیده بودن به دیوار، یه بعد 15 تا مرغ کشته بود، بعد کلانتری هم اومده بودن اینا، یعنی صحنه جنایی بود، اما خب مرغ و خروس کشته شده بود دیگه. حالا نمیگم مرغ و خروس ارزش نداره، ولی میگم یعنی اینجوری خیلی صحنه ترسناک مرگبار و پلیسا اومده بودن چیزا میکشیدن. واسه گفتم شیزا چی شد، بعدن گفت بابا شب نمیذاشتن بخوابم، هر کاری کردم نذاشتم، مرغای قطقط میکردن، خروسلادی بود اون سجواد، خروس باز بود، خروسا رو میرم. منم بلند شدم هر چی قرص دیاسپام داشتم قرص میخورم، قرصا رو همه رو خوردم و این مرغا رو زدم همه رو کشتم، گرفتم خوابیدم، گرفته بود خوابیده. و صبح سید اومد و در رو وا کرده و دیده بود این افتاده اینجا در حال مرگ، تلفن زده بود آمبولانس اومده بودن برده بودنش و به سر نذاشته بودن شستشوی میدون. آره اینم داستان این شیرزاد بود، خیلی تفلک ایدز گرفت آخر. بعدش دندون پزشکی بود که داستانش تعریف کردن. بعد مغازه کفش ملی سر پاساژ بود که همون کفش ملی اونجا حسینی اومده بود اینجا. بعد یه دکون کوچیک بود که لنگ و قطیفه میفروخت. بعد این دکون بعدن یه ولی بود، برادر پرویز این اومده بود خرید این دکون کوچیک رو برای شیشه بری. ولی صالحانی همچی چیزی. بعد مسافرخونه ای بود که میرفت طبقه بالا، اسمش یادم رفته. بعد یک چادر دوزی بود، بعد یک مغازه بازاری دوزی فروشی بود که بهت گفتم چی بود. بعد عزیز الله اصفهانی بود که شغلشو گفتم یادم نمیاد، یه پسر داشت اسمش عباس بود ولی یادم اومد. این عزیز الله دمپایی پلاستیکی اینا میفروخت، قدیم آخه دمپایی پلاستیکی اینا بود، شلوار نه دمپایی نه کفش پلاستیکی اینا بود قدیم. بعد یه مغازه بود نمیدونم چیکار میکرد یادم نیست، صاحبش اونجا میخوابید. بعد یه گاراژی بود، گاراژ لاستیک فروشی بود که این گاراژ هم بخشی از خونه همون امیرکبیر بود. یعنی یه دهنش تو خیابون امیرکبیر بود. یه محوطه من نگاه کردم با نقشه، اینجا نوشته بود که قبل از اینکه خونه امیرکبیر باشه، از خونه امیرکبیر اونجا اشاره نکرده، نوشته منزل وزیر مختار روم، یعنی چیز عثمانی، سفیر عثمانی زارن اونجا زندگی میکرد. یه محبته خیلی بزرگی باقی بوده، خنددار بود که اون ور پامدار نوشته بود که زمین های آن ور دروازه شمران. خب زمین های یعنی اونجا دروازه شمران بوده، زمین هایی که اون وره یعنی نامگذاری نکرده. آره زمین های آن ور دروازه شمران، ببین چجوری بوده ایران در نقشه زمان ناصرالدین شاه، زمین های آن ور دروازه شمران. خب آره بعد
احتمالاً خیابون امیرکبیر هم به خاطر اینکه خانه امیرکبیر اونجا بود به اسم امیرکبیر نامگذاری کرده بودن. منتها گفتم در رژیم پهلوی اطلاع رسانی نمیشد، ما نمیدونیم واقعا به خاطر اون بوده یا نه، مثلا یه تابلو نزدن که چون منزل میزا تایخان امیرکبیر بوده ما اینو گذاشتیم. میدونی در رژیم پهلوی گفتم یکی از ضعف‌هاش این بود که اصلا با مردم ارتباط برقرار نمیکرد، هیچ توضیحی نمیداد، ولی احتمالاً به همین خاطر بوده. خب بعد از این لباس فروشی بازم بازاری فروشی کاشانی بود، حاج محسن کاشانی، که اینا بعد از انقلاب خیلی وضعشون خوب شد و رفتن بازار رو خیلی پیشرفت کردن. که حاج محسن کاشانی کارگری هم داشت به اسم سعید بابایی که این بعد رفت پاسدار شد و سپاه و پاسداران و از این چیزا. بعد فنرسازی عمو حسن قومی بود که این آره یه عمو حسنی بود اومده بود اینجا. بعد از انقلاب خیلی قومی ها اومدن تو این منطقه فنرسازی واقع کردن. فنرسازی یعنی چی؟ فنر دیگه، فنر ماشین رو میساختن، فنر هر چی، همه چیز به فنر. فنر میساختن. مثلا طرف میومد مثلا میخواست برای یه چیزی، برای هر چیزی فنر. آره مثلا 20,000 تا فنر به اینا سفارش میداد یا 100,000 تا فنر فنر انواع گوناگون داره، هزاران نوع فنر داره. بعد تابان جوراب فروش بود که گفتم که بعدها به عزیز چادری فروخ. پسر تابان جواد بود که یکم اختلال حواس داشت یه مقدار. بعد این عزیز چادری گفتم برادرش شهید شد در جبهه سال 66، اسمش ناصر حیدرپور بود. اینو بازم تو اینترنت پیدا کردم، ناصر حیدرپور 29 فروردین 66 کشته شده در جزو لشکر 64 عمومیه. همسن من بود، یه سال من بزرگتر بود، جوان خیلی رشیدی بود. خیلی از محله شما جنگ آره بود. خیلی هم نرفتن. حالا محلات دیگه ببین، محله ما یه مقدار مرفه بودن، پسراشون خیلی رفت خارج اینا یا معافی میگرفتن اینا، خیلی ولی نرفتن. بازم خب آره اینا آره زیادن. ولی خب مثلا آره بازم کم نیست. حالا ببین جاهای دیگه چقدر بوده. آره اینا رو که من میگم، مثلا اون سده امیر رو که میگم من دیدم، اینایی که من دارم اینجا اسم میبرم به اسم کشته شده شد، اینا رو من به چش خودم دیدم. بگو با همسن، یعنی اون موقع همسنت بودن یا؟ آره دیگه اون 42 بود، من 43 بود. اون مثلا نگاه کردم متولد آذر 42، من متولد آذر 43، یه سال تفاوت. این سده امیر که اصلا بچه بود، من مثلا جوان 22 ساله بودم، این بچه 14-15 ساله بود اونجا پیش باباش کار میکرد، درس هم نمیخوند به نظرم، خیلی بچه مؤدب و خیلی بچه آرومی هم بود. بعد باباش هم اصلا رضایت نداشت، باباش اصلا اهل این حرفا نمیذاشت. بدون اطلاع باباش رفته بود اسم نوشته بود، رفته بود جبهه، جبهه هم رفته بود تو شلمچه با یه نفر دعوا شده بود، یارو با پارو زده بود، این افتاده بود تو آب، گیر کرده بود به سیم خاردار، نتونسته خودش بکشه بالا، حتی گلوله اینا هم نخورده بود، این غرق شده، غرق شده بود. بعد در روز آوردنش حتی به اون صورت جبهه اینا هم ندید، بدون اطلاع باباش رفته بود جبهه، یعنی که باباش میدونست نمیذاشت، باباش اصلا چیز میدونی مخالف بود، قبول نمیکرد این حرفا رو. رفته بود اونجا هم یارو زده بود با چیز و کم از عراقی ها، یا اینکه خودی با خودی ایرانی ها درگیر شد، نه رو قایق با یارو دعوا شده بود. خب نمیدونم سر چی اینطوری میگفت، اونم با پارو زده افتاد، با پارو زده بود کرده. اونجا هم سیم خاردار بود دیگه، عراق همه سیم خاردار کشته بود زیر آب که کسی نتونه رد چه از سیم خاردار. خب رفته بود افتاده تو آب، سیم خاردار گرفته بودنش دیگه، خفه شده بود دیگه. خیلی بچه مظلومی، خیلی مظلوم، بچه با ادب مظلوم، هر وقت میدی سلام میکرد رفت دیگه. در روز هم جبه نبود. این سال 65 کشته شد امیر. بعد اینم سال 66 کشته شد، چی؟ ناصر حیدرپور، این سال 66 کشته شد. بعد مغازه محمد شاهین پرواز، محمد شاهین پرواز بود که چند تا پسر داشت، مهدی و علی و نمیدونم امیر و اینا، یه چند تا پسر داشت، این گفتم چرا خطر ماشین میساخت، خیلی پول خوبی هم به جیب زد، اینا بچه بیسیم نجف آباد در جنوب شهر تهران. بعد مغازه حبیب آقا بود، آقا حبیب یه پیرمرد قد کوتاهی بود، یه مغازه خیلی کوچیک بود که این مغازه اول مال اون کاشانی لباس فروش بود، از اینجا پیشرفت کردن رفتن تو اون مغازه که بعد رفتن تو بازار. این چیزی نمیفروخت، یه چهار تا چیز لیمو، آب لیمو، از این چیزای آب لیمو میذاشت اونجا. دو سه دفعه هم گفتم آب لیمو رو به من میگفت کمک کن ببرین خونه، نمیدونم واقعا چه درآمدی داشت، یه مغازه یه متر نبود دهنی مغازش حیب آقا.
بعد آب لیمو اینا میفروخت، بعد عصا هم داشت. بعد یه کمک در نامپزشک تجربی بود به اسم محمود سلطانی، کمک در نامپزشک اونجا واسه خودش آدم سالها در اونجا مطب داشت، خیلی آدم خوش اخلاقی هم بود. بعد ساعت فروشی بود، یه ساعت فروشی خیلی کوچیک بود، خیلی خیلی کوچیک بود، هم بغل دست آقا جون یه ساعت فروشی بود که گفتم بابام ساعت خرید واسه خواهرام اینا، من قشنگ دارم. بعد اون سال 50 فروخ به اسم کسی به اسم فریدون کاتبی، قزوینی بود. فریدون کاتبی اصلا کاتب، قزوینی ها خیلی خوشنویس دارن، به خاطر این کاتبی، فامیلش کاتبی بود، البته این خوشنویس نبود ولی فامیلش کاتبی بود. منم چند وقت پیشش کار کردم که گفتم یکی از فامیلاشون آورده بود از قزوین به من گفت نام تو با این بده، منم ندادم، من بیرون کرد. بعد از اون پرویز خواجه صالحانی خریدیم مغازه رو، که برادرش هم مراد ولی خواجه صالحانی، گفتم اون مغازه کوچیکو اونجا رو خرید، این اینجا رو خرید. بعد یه مدتی کارش گرفت و رفت دروازه شمرون یه مغازه خرید. اول انقلاب این مغازه دارای خیابون علی که همه جا پولدار شدن، پولدارش خیلی پولدار شدن، جنگ و فلان اینا، واردات ممنوع شد، مثلا یه پیچی که یه تومن بود یه دفعه شد 1000 تومن. همه این کاسبا وضعشون خوب شد، خیلی خیلی خوب شد. جنگ واسه یه عده کشتار و زخمی و فلان داشت، واسه یه عده پول وارد از آسمون، ما بودیم میدیدیم دیگه، قیمت های بالا میرفت، اینا هم پول بارو میکردن. آره جیبشون بود. آره بعد از این خواجه صالحانی پرویز گرفت، یه آموسلم خرید، آموسلم که این فوتبال باز بود، همیشه زیر پل سعدی اونجا بود، گل کوچیک، ما هم گاهی میرفتیم اونجا بازی میکردیم، مثل مسلم بود، همیشه اونجا بود. اما عکسش هم هست. آره نه این نیست، اون این موقع از همه ما هم بزرگتر بود، حدود 40 سال سنش بود، مربی معلم. آره همیشه اونجا بود، میومدن یه رفیق داشت، میومدن آقا مسلم بریم فوتبال فلان، واسه خودی میدین این یه لیگ تشکیل، آره یه سرگرمیه، اینه من که پرنده باز هستم، اونم یه سرگرمیه. بعد مسافرخونه شهسوار بود که حاجی مسافرخونه ما بهش میگفتیم. این حاجی مسافرخونه من نفهمیدم اسمش بالاخره چیه، فامیلش نمیدونستم، چون دو تا پسر داشت حسین اصغر، فامیل اینا آریانا بود، هر دو هم دبیر بودن، اصغرش هم جوان بود 35 سالش بود، سفته کرد ما. بعد یه شاگردی هم داشت به اسم مجید، یه شاگرد دیگه هم داشت اسمش علی ترکه بود، این مجید هم بود اونجا 6-7 سالی اونجا بود، پسر بعدی هم نبود. یه شاگردی که داشت علی ترکه، اینم ترک بود. بعد یه شب میگفتش که تو کافه کار میکردم تو لاله‌زار، یا تو اینا رو میدونی، اینا اطلاعات چیز دیگه، اینه کتاب اون کیه، کتابی هست نوشته رستم و تواریخ، اینه اطلاعات، اینه رستم و تواریخ، خیلی هم مهمه. میگفتش که تو کافه کار میکردم، چیز کافه بودم، سکیوریتی کافه بودم، خب گردن کلفتم بود، میگفت یه نفر ماسک کرده بود طبقه دومو شلوغ میکرد، صاحب کافه به من گفت بگیرش از اون بالا بنداز پایین، گفتم میمیره، گفت تو بنداز کاری نباش. منم یارو دیگه از این جواباز که فقط ایرانی هم میدن، تو بنداز کاری نباش. آره میگم یارو از اون بالا بنداختم پایین، یارو مرد، یارو مرد. و خلاصه چی؟ یارو تلفن زد کلانتری، صاحب کافه تلفن زد، گفت یه نفر مست بوده از این طبقه بالا افتاده پایین مرده. میگفت رئیس کلانتری اینا هم رفیقش بودن و یه مأمور فرستادن و استشهاد محل کردن اونجا که بله این بابا مست بوده از اون بالا افتاده پایین خودش مرده. میگفت من یارو رو کشتم، خونش هم با مال شد، خودش علی ترکه.